از نظر عقیده اهل سنت و جماعت محبت اهل بیت و دوستی با اهل بیت جزء ایمان ما هست. رسول صلی الله علیه و سلم میگه حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین است. یک عده افراد ناآگاه نادان در صفات مجازی میبینید که جوانان ما یا از روی احساسات است یا از روی نادانی تصور میکنند که به اصطلاح حسین رضی الله تعالی تنها مربوط به اهل تشیع میشه و عمر رضی الله تعالی مربوط به اهل سنت میشه تنها. ما همه اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را دوست داریم و برایشان احترام و حرمت قائل است. میگوید یا اجازه بدهید که ما برگردم بروم به اصطلاح به مدینه بروم، یا اجازه بدهید که برگردم برم پیش یزید با او گفتگو و صحبت بکنم در این مورد، و یا اجازه بدهید که بروم به طرف مسیر خود، طرف عراق برم. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. چند دقیقه بسیار کوتاه میخواهم در مورد محرم، ماه مبارک محرم و شهادت و قیام حضرت امام حسین و عمر رضی الله تعالی عنه، پنج نکته کوتاه را خدمت شما عزیزان اشاره بکنم. نکته اول، ماه مبارک محرم از جمله ماهای حرام هست، یعنی چهار ماه است که در نزد مسلمان و غیر مسلمان قابل احترام بوده در گذشته. و در سطر اسلام شما میبینید که وقتی که ماهای حرام فرا میرسید، حتی اونهایی که مسلمان هم نبودن، پیامبر قبول هم نداشتن، به خاطر احترامی که برای این ماها داشتن دست از جنگ و خونریزی بر میداشتن. یعنی ماه مبارک محرم از جمله ماهایی است که هم در نزد مسلمان و هم در نزد غیر مسلمان از احترام و جایگاه و فضیلتی ویژه برخوردار است. بنابراین در این ماه نباید غافل باشیم. این یک نکته. نکته دوم، اعمالی که ما من حیث مسلمان در ماه مبارک محرم تأکید شده که باید انجام بدهیم چی هست؟ اگر مسلمانی تلاوت قرآن میکند، اگر مسلمانی ذکر تسبیح و تحلیل میگوید، اگر مسلمانی صدقه میدهد، اگر مسلمانی خدمت به احسان به خلق خدا میرساند و اگر روزه میگیرد، همه قابل قبول است نزد پروردگار، همه عمل خیر محسوب میشود. اما آنچه که دین برای ما دستور داده و تأکید شده این است که به خصوص در ماه مبارک محرم و در دهم محرم الحرام روزه است. روزه را فراموش نکنید. و روزه دهم محرم چهار حالت داره. ببینید دقیق باشید. حالت اول است که یعنی احسنتر و مستحب همین است که مسلمان روز نهم و دهم را روزه بگیرد. یک حالت، یا روزی دهم و یازدهم را روزه بگیرد. این حالت دوم، یا روزی نهم و دهم و یازدهم هر سه را روزه بگیرد. این حالت سوم است. یا اینکه اگر مصروف است، مشغول است، تنبل است، یا فرصت نداره، یا زمینه برش مساعد نیست، یا تنها فقط توانایی گرفتن یک روزه داره، میتواند روز دهم را روزه بگیرد. یعنی یا نهم و دهم، یا دهم و یازدهم، یا نهم و دهم و یازدهم هر سه روزه با هم، یا اینکه تنها روز دهم محرم الحرام روزه میگیرد. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند یعنی روزه گرفتن در روز دهم محرم آنقدر فضیلت زیادی دارد که الله سبحانه و تعالی یک سال گناهان گذشته انسان مورد معاف قرار میده. پس نباید از این غافل باشیم. هر کدامی که در توانتان است. وجه احسنتر و مستحب همین است که دهم با نهم یا به اصطلاح دهم با یازدهم روزه بگیرید. یعنی تنها روزی ده اگر گرفته نشه بهتر است. به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر در آینده من زنده بودم یک روز دیگه هم همراه روز دهم روزه میگیرم، یعنی یا روز نهم و دهم میگیرم یا دهم و یازدهم روزه میگیرم. بنابراین این چهار حالتی که گفتم برای شما اختیار هست، هر کدام میشه که میتوانید روزه بگیرید. بعضی از اعمال خرافاتی متاسفانه بسیار از ما مسلمان ها گرفتارش هستیم. و شما میبینید که در روز محرم، دهم محرم، حتی یک عده روی آتش رد میشوند، نماز میخوانند، یا به اصطلاح غمه میزنند طوری که تمام بدنشان به اصطلاح آزار و اذیت میرسانند، برای خود ضرر میرسانند. این نه تنها از دید اهل سنت بلکه از دید اهل تشیع هم نادرست و ناروا است. برای هیچ مسلمان اجازه نیست که به نام محرم، به نام عاشورای حسینی، برای خودش من حیث مسلمان ضرری وارد بکند. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو در اسلام نه حق ضرر رساندن به کسی داری و نه کسی حق ضرر رساندن به شما داره و نه حق ضرر رساندن به خودت داری. ای وجود مبارکت الله تبارک و تعالی فریده که تو خودی دیره با دست خودی از بین ببری. کار عقلانی نیست.
این از روی دوستانه میگویم برای عزیزان ما که ما مخاطبینی حتی از برادران و خواهران اهل تشیع هم داریم. بنابراین یک سلسله اعمال خرافاتی که شما میبینید که حتی در او غلو میکنن، متاسفانه بسیار بسیار افراط میکنن، که حتی نه تنها دین رو خب بگذار که مورد پذیرش عقل و منطق هم نیست. بنابراین نباید مسلمان چنین اعمالی را انجام بده و از این اعمال باید خود را خودداری بکند. هر کسی که باشد در هر گروه در هر فرقه انسان‌های افراطی وجود داره و خود حسین رضی الله تعالی عنه اگر حیات می‌داشت چنین اعمال را مشاهده می‌کرد، شما یقین داشته باشید در برابر چنین افراد قیام می‌کرد، می‌گفتی کار نادرست است، ناجایز است، خلاف دین است. و نکته چهارمی که می‌خوام اشاره بکنم جایگاه حسین رضی الله تعالی عنه از نظر اهل سنت و جماعت است. عزیزان من، از نظر عقیده اهل سنت و جماعت همه اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم قابل احترام هستند و ما به همهشان حرمت قائل هستیم و همه را دوست داریم، و طوری که رسول صلی الله علیه و سلم تاکید کرد الله الله فی اصحابی، در مورد اصحاب من مواظب باشید. اونها کسانی بودند که مال و جان و زندگیشان را فدا کردند تا اینکه امروز از برکت تلاش و زحمات اونها موت و بعد از 1400 سال آزادانه اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را میخوانم. و به خصوص اهل بیت پیغمبر، که حسین رضی الله تعالی جزء اهل بیت پیغمبر است و از خاندان رسول صلی الله علیه و سلم است. از نظر عقیده اهل سنت و جماعت محبت اهل بیت و دوستی با اهل بیت جزء ایمان ما هست. اصلا نمیتونه ادعا بکنه که من پیرو اهل سنت و جماعت هستم ولیکن اهل بیت پیغمبر دوست ندارم. علیاذ بالله علیاذ بالله. نه؟ و بخصوص حسین که رسول صلی الله علیه وسلم میگه حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین است. کسی که مرا دوست میدارد حسین را دوست داشته باشد و کسی که حسین را دوست دارد مرا در حقیقت دوست دارد و این ریحانه من است، دستی گل من است، این حسین سید و شباب اهل الجنه است حسین از نظر اهل سنت و جماعت. یک ده افراد ناآگاه نادان در صفات مجازی میبینید که جوانان ما یا از روی احساسات است یا از روی نادانی تصور میکنن که به اصطلاح حسین رضی الله تعالی تنها مربوط به اهل تشیع میشه و عمر رضی الله تعالی مربوط به اهل سنت میشه تنها. ما همه اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم را دوست داریم و برایشان احترام و حرمت قائل هستیم. اتفاقاتی که در محرم رخ داده بعد از بعثت رسول صلی الله علیه وسلم، دو اتفاقی که در ماه مبارک محرم رخ داده، در اول محرم شهادت حضرت عمر و در دهم محرم شهادت حضرت امام حسین رخ داده. یعنی این دو تا از جمله اتفاقات ثابتی است که بعد از بعثت رسول صلی الله علیه وسلم در ماه مبارک محرم رخ داده. به همون لحاظ مسلمان ها در اول محرم هم تقریبا عزادار هستند به یک نوعی، چون شهادت امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عنه است، و در دهم محرم هم خودشان را محزون و غمگین میدانند چون روز شهادت حسین رضی الله تعالی عنه است. و این هر دو از جمله شاگردان مکتب نبوی صلی الله علیه وسلم و از جمله نزدیکان رسول صلی الله علیه وسلم. عمر رضی الله تعالی عنه خسر پیامبر صلی الله علیه وسلم است و حسین جزء اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم است. عمر رضی الله تعالی از جمله عشره مبشره است، از جمله خلفای راشدین است، از جمله کسانی است که رسول صلی الله علیه وسلم در حیاتش عمر توصیف کرده. خدای ناکرده، خدای ناکرده، به اساس ناآگاهی و نادانی نباید ما در بین اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم تفرقه ایجاد بکنیم و سفارایی بکنیم و بالاخره بگیم که این مربوط ما نمیشه و این مربوط ما میشه. ما من حیث مسلمان به همه اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم احترام قائلیم. و یک سلسله اتفاقات دیگری هم در تاریخ آمده که در محرم رخ داده، از جمله مثلا نجات موسی علیه السلام از شر فرعونیان و غرق شدن فرعون در روز دهم محرم، یا وارد شدن آدم علیه السلام به بهشت یا بیرون شدنش از بهشت و قضیه اتفاقات دیگری که بعضی از تاریخ نویسان نوشتن. بنابراین ماه مبارک محرم ماه بسیار بزرگ است. و نکته اخیری که میخواهم اشاره بکنم این است که آنچه که ما از نمی قیام امام حسین و شهادت امام حسین میآموزیم چی است؟ مسئله بسیار بزرگ و مهم. حسین رضی الله تعالی به خاطر دفاع از حق مظلومین قیام کرده. حسین به خاطر اظهار حق قیام کرده. حسین به خاطر تطبیق راه و روش رسول صلی الله علیه و سلم قیام کرده. حسین در برابر حکمت ظالم سرفرود نیاورده،
قرار بر این می بود که باید پذیرفته بشه، ظلم پذیرفته بشه، استبداد پذیرفته بشه، خودخواهی پذیرفته بشه، نیازی به قیام امام حسین نبود در برابر حکمت یزید. به همون لحاظ است که در میدان کربلا وقتی با عبیدالله بن زیاد و لشکریان که آمدن و پیش روی حسین کمین گرفتن روبرو میشه، به اونها چند تا پیشنهاد برایشان میکنه. میگوید یا اجازه بدهید که من برگردم بروم به اسلام به مدینه بروم، یا اجازه بدهید که برگردم برم پیش یزید با او گفتگو و صحبت بکنم در این مورد، و یا اجازه بدهید که بروم به طرف مسیر خود، طرف عراق بروم. اما متاسفانه که هیچ کدامی از این پیشنهادهای امام حسین را نمیپذیرند و در نتیجه این اتفاق ناگواری که قلب میلیون ها مسلمان مجروح ساخته و امروز بعد از چقدر سالهای متمادی شما میبینید که مسلمان ها خود را با یه حادثه کربلا محزون و غمگین میدانن و شریک میدانن. بنان عزیزان من، جوانان عزیز، حسین درس شجاعت داده برای جوانان، درس عزت داده برای جوانان، درس آزادی داده برای جوانان، درس تن ندادن در برابر ظلم، در برابر استبداد برای جوانان داده. اما متاسفانه به شما در گوشه به اطراف کره زمین میبینید که چقدر جوانان مسلمان در زیر اثر حکمت‌های تحمیلی و حکمت‌های مستبد زندگی میکنن، ولیکن کسی پیدا نمیشه که حسین بار در برابر اینها استاده بشه، یا جان بده با خونش درخت آزادی را آبیاری بسازه، یا ای که نپذیره حداقل سیاست‌های ظالمانه و تحمیلی را. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل نهد. بفرماید بنان عزیزان من، اینها نکاتی بود در ارتباط به ماه محرم. اولی که محرم از نظر مسلمان به غیر مسلمان قابل احترام بود، چون از جزء ماهای حرام هست. دومی که اعمالی که در محرم مسلمان انجام میده در کنار تلاوت و صدقه و تسبیح و تحلیل، روزه را فراموش نکنید، روزه هست. و سومی که جایگاه امام حسین از نظر اهل سنت و جماعت. چهارمی که بعضی اعمال خرافاتی که متاسفانه انجام میدن یک عده از افراد در ماه مبارک محرم به نام محرم. و پنجمی که اتفاقاتی که در محرم افتاده که شهادت عمر رضی الله تعالی عنه و شهادت امام حسین و درس آزادی و شجاعتی که امام حسین برای نسل‌های بعد از خود داده است. این بسیار مهم است که ما باید او را من حیث الگو بپذیریم و قبول بکنیم و مسیرش را تعقیب بکنیم. موفق و میسر باشیم.